اکنون چشم خلق و تاریخ به جایگزین دموکراتیک است که اوضاع کنونی را چگونه دگرگون می کند. رو در روی خمینی و مقلدان تاریخی اون که اثر فریبکاری مواضع خود درباره مهمترین امور سیاسی و اجتماعی رو مبهم نگه می دارند یا به آینده نامعلوم احاله می دهند، ما برانیم که نظرگاه های خودمون رو هرچه روشن‌تر بیان کنیم. آن مقصد پرشکوه و آن جامعه و مناسباتی که می خواهیم جامعه ایست رها شده از فرهنگ شاه و شیخ، رها شده از استبداد و وابستگی و رها شده از هر گونه تحمیل و تبعیض و اجبار. ما نمیخواهیم قدرت حاکم کنونی را با قدرتی دیگر جایگزین کنیم، بلکه میخواهیم این قدرت و حاکمیت را به صاحبان واقعی یعنی جمهور مردم ایران منتقل کنیم. آیه و اساس 6 دهه مبارزه خونین و مقاومت طولانی و بغرنج ما در 3 جمله خلاصه می شود: اتکای بیشکاف به خلق و نیروی رزماورش در استراتژی مبارزاتیمون، یعنی همون عصر کس نخارد، مرزبندی با شاه و شیخ به مسابقه شالوده جایگزین دموکراتیک و مستقل یعنی شورای ملی مقاومت ایران و همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد دینی و برپای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت. در سال 1401 در اون قیام بزرگ نیروهای جبهه خلق هم صدایی و اشتراک عمل و نظر خودشون رو بر سر شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر نشون دادند. دو هفته پیش خبرگزاری رسمی رژیم از مجاهدین ایراد گرفته بود که خودشون حجاب دارن اما شعار کشف حجاب سر میدهند. درد رژیم از اینه که گفته ایم نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری. ما گفته ایم زنان نیروی تغییر و زن مقاومت آزادی. دعوای حجاب و بی حجاب یا بد حجاب ساخت و پرداخت آخونداست. هدف سرکوب و تفرقه و ارعاب است. البته زنان ایران حرفشون رو زدن، چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب.